سرخط خبرها. سازمان ملل میگوید ایران به برجام پایبند است ولی بهتر است در برنامه موشکیش تجدید نظر کند. تهران جواب داده اگر تحریم ها برگردند دیگر تعهدی نخواهیم داشت. دست کم 14 کشته در حمله طالبان به پاسگاه مرزی در تخار. 6 نیروی پلیس افغانستان هم ناپدید شدند. اولین ترکش‌های حذف ایران از جام جهانی فوتبال. رضا قوچان نژاد و سردار آزمون از تیم ملی کنارگیری کردند. و امیدی تازه برای درمان سرطان. ثبت کامل نقشه ژنوم بیماران برای تعیین بهترین شیوه مقابله با مشکل. سلام و اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی پایبندی ایران به برجام را تایید کرده. در این حال در این گزارش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده. نماینده ایران در سازمان ملل هم هشدار داده در صورت بازگشت تحریم‌های اتمی آمریکا تهران چاره‌ای جز خروج از برجام نخواهد داشت. همزمان سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی کارخانه تولید گاز UF6 اصفهان خبر داده، اقدامی که احتمالاً از طرف سایر کشورهای پایبند به برجام مثبت ارزیابی نخواهد شد. نمینه همجو گزارش می‌دهد. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت درباره قطعنامه 2231، گزارشی که پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کند. از زمان اجرایی شدن برجام در روز 16 ژانویه 2016 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 11 بار به شورای امنیت گزارش داده و در آن اشاره شده که ایران به تعهداتش در زمینه برنامه هسته‌ایش در قالب برجام پایبند بوده است. با وجود پایبندی ایران به تعهداتش در زمینه هسته‌ای، این توافق بر سر دوراهی است. 8 می 2018، 50 روز پیش، امریکا خروجش از این توافق را اعلام کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید از این موضوع بسیار متاسف است. از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت‌های اروپایی و ایران تلاش‌هایی برای حفظ این توافق انجام دادند، اما در این حال مقام‌های ایران نسبت به امکان ادامه توافق در این شرایط خوشبین نیستند و درباره پیامدهای جدی ناشی از برهم خوردن کامل آن هشدار می‌دهند. در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از ایران خواسته شده به نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه برنامه موشکیش توجه کند. این در حالی است که ایران می‌گوید سودی از برجام نبرده و در این شرایط نباید کسی انتظار اقدامات داوطلبانه بیشتر از این کشور داشته باشد. در همین حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته در صورت اجرایی شدن تحریم‌های تازه آمریکا ایران چاره‌ای جز خروج از برجام نخواهد داشت. غلامعلی خوشرو در این حال همچنان بر پایبندی ایران به برجام در شرایط فعلی تاکید کرده است. اما واکنش آمریکا به گزارش دبیر کل سازمان ملل همان است که انتظار می‌رفت. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته ایران برای رفتارهای به گفته او شریرانش در خاورمیانه تنبیه شود. آمریکا همچنین از اعضای شورای امنیت خواسته با این کشور در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران همراهی کنند. نعیمه نامجو، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره حسین علیزاده، پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند، اینجا در استودیو با ما هستن. آقای علیزاده، این صحبت‌های آنتونیو گوترش رو چطور میشه تعبیر کرد؟ بعد از اینکه آمریکا از برجام کنار کشید، یک امیدواری وجود داشت که کشورهای اروپایی در کنار ایران نیستند، ولی به نظر میاد که فشار خودشون رو اونها هم می‌خوان افزایش بدن. ببینید، مشکل ایران مضاعف شده. اگر درک من رو بخواید بپرسید، درک من این هستش که مسئله هسته ایران شده مسئله دومه در روابط ایران و غرب، مجموعه کشورهای غربی. مسئله اصلی شده مسئله موشکی.
گزارشی که دبیرکل امروز ارائه داده یک گزارش معتدلی است که هیچ بهانه‌ای نمیده در مسئله پرونده هسته‌ای و خوشنود کننده است. از این بابت که بهانه‌ای درش نیستش که حالا ایران چیزی رو نقض کرده و بنابر این دست آقای ترامپ باز باشه. اما جالب این هستش که وقتی مسئله موشکی مطرح میشه دیگه یک دستی میبینیم. این یک دستی تا اونجا هستش که نه تنها در سطح سازمان ملل در شورای امنیت داریم این مسئله ببینیم، بلکه عربستان سعودی موضوع رو برده به سازمان کنفرانس اسلامی و در سازمان OIC در اونجا قطعنامه گرفته از وزرای خارجه. بنابراین از این پس ما خواهیم دید که مسئله موشکی هی بیش از پیش مهمتر تلقی خواهد شد و فشار مضاعفی رو منتقل میکنه در مسئله برجام که اگر ایران بنا به گفته ای که هستش از برجام خارج بشه، در واقع اون ائتلافی که ترویکا، اون اختلافی که بین ترویکای اروپایی و آمریکا به وجود آمده، اون اختلاف هم برطرف میشه. ناگزیر باز مسئله برجام و مسئله موشکی هر دو به هم میرسن و وضعیت بسیار وخیم تر از همه میشه. ایران تا چه حد حاضر بر سر مسئله موشکی با این قدرت ها مذاکره کنه؟ ببینید اگه در دنیای ریل پالیتیکس حرف بزنیم، دنیای ریل پالیتیکس مبتنی بر نظام قدرت هستش. همین جمهوری اسلامی که تا پیش از این هم بارها میگفتش مسئله هسته‌ای مقابل مذاکره نیستش، حق مسلم ما هستش، دیدیم در مسئله هسته‌ای به هر حال به اونجا منتهی شد که به توافقی رسید و تعهدات سنگین رو متقبل شد. الان در مرحله شعار حرف جمهوری اسلامی است که ما در این مسئله مذاکره نمی کنیم. همونطور که گفته بودن در موضوعات دیگه صحبت نمی کنیم. آقای عراقچی اومد گفت نه، میتونیم در مسئله یمن صحبت بکنیم. ببینید بحث یمن لااقل به عنوان یک فاکتور اومد رو موضع رسمی یک مقام دولتی، این شد که ما در یمن هم میتونیم مذاکره بکنیم. در تلقی من این هستش که جمهوری اسلامی ناگزیر مسئله برجام رو بایستی یه جور با چنگ و دندون نگهش بداره، حالا به امید اینکه در کاخ سفید چه اتفاقی بیفته، و در حال حاضر بهانه آنچنانی هم در ببینیم گزارش دبیرکل نگفته که گفته که این موشک ها منشأ ایرانی داشتن، ولی ما نمیدونیم که این کی واگذار شده، پس از قطعنامه بوده یا پیش از قطعنامه بوده. خب یعنی اینکه یه راه گریزی برای جمهوری اسلامی هستش که توجیهی داشته باشه که اگر موشک هم ایرانی هستش ما نقض نکردیم. پس بنابر این فعلا تلقی من این هست که اجدار و مریض پیش بره، ولی مسئله موشکی هم وارد مذاکرات خواهد شد. تلقی من این هست. پس به نظر سیاست آقای ترامپ در مواجهه با ایران و برنامه هسته‌ایش به نظرتون در نهایت داره جواب میده؟ من تلقی میکنم که مشکل آقای ترامپ این هستش که اول بتونه متحدین اروپایی ترویکا رو با خودش یکی بکنه. اگر جمهوری دست به این اقدام بزنه که تهدید کرده از برجام خارج میشوم، مطمئن باشید که دو سوی آتلانتیک ترویکا و آمریکا با همدیگه یکی متحد میشن، هم مسئله موشکی هم مسئله برجام. اگر خارج نشود، که تلقی من این هستش که فعلا بنای بر خروج از برجام ندارن، لااقل میشود که اجدار و مریض مراعات بکنن. در مسئله موشکی همونطور گفتم بهانه چندان سنگینی ندارن، البته عربستان داره مسئله رو بسیار دامن میزنه. فعلا با این وضعیت اجدار و مریض میتونن مسئله رو پی بگیرن تا اینکه این اتحاد دو سوی آتلانتیک به وجود نیاد. متشکرم از شما حسین علیزاده، پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند اینجا در استودیو. 33 مقام پیشین آمریکا در بیانیه از طرح مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق برای تغییرات در ایران حمایت کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه که در قالب یک آگهی سیاسی در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده، نام رودی جولیانی از وکلای آقای ترامپ و تام ریچ وزیر سابق امنیت داخلی به چشم می‌خورد. امضا کنندگان بیانیه گفتند روز شنبه در گرد همایی سازمان مجاهدین در پاریس حاضر خواهند بود. بسیاری از این افراد تایید کردند که برای سخنرانی‌های پیشینشان در جمع مجاهدین پول گرفتند. دادستان تهران از بازداشت افرادی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازار تهران خبر داده. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین فعالان تجاری را تهدید کرده که اگر مرتکب جرایم فساد اقتصادی شوند، حکمشان 20 سال زندان و حتی اعدام خواهد بود. او قاچاق ارز و احتکار را از مصادیق فساد اقتصادی خوانده و گفته این اتهام‌ها شاید شامل افراد و تعاونی‌های دولتی هم بشود. در روزهای اخیر بازاریان در چند شهر ایران برای ابراز نارضایتی از شرایط اقتصادی اعتصاب و تظاهرات کردند.
در آتش سوزی تأسیسات پتروشیمی آبادان یک نفر کشته و دست کم 6 نفر زخمی شدند. مسئول روابط عمومی پتروشیمی آبادان گفته آتش مهار شده و حال یکی از زخمی ها وخیم است و برای مداوا به تهران منتقل شده. این آتش سوزی نیمه شب گذشته شروع شد. مقام های محلی ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگویند در حمله نیروهای طالبان به یک پاسگاه مرزی در این ولایت دست کم 14 پلیس مرزی کشته شدند. سخنگوی والی تخار گفته در این حمله 6 نفر از ماموران پلیس مرزی هم ناپدید شدند. اسماعیل شهامت، خبرنگارمون از کابل با ماست، از جزئیات بیشتر این حمله بهمون بگو اسماعیل. این حمله حوالی ساعت 2:30 بامداد امروز در ولسوالی چاه آب در منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان در نقطه صورت گرفته که آمو دریا یا رودخانه آمو افغانستان و تاجیکستان را از هم جدا می‌سازد. مقام های محلی گفته که عملیات جستجو برای یافتن 6 سربازی که در این حمله ناپدید شده جریان داره. یک فرمانده ارتش به ما گفت که آنها موفق شدند 4 سرباز را پیدا کنند. طالبان گفته که کنترل 4 پست مرزی را در این منطقه به دست گرفته، 8 سرباز را کشته و تعداد را با خود برده. منطقه مرزی افغانستان در ولایت تخار در 17 سال گذشته از مناطق ناامن بوده که در موارد دولت های تاجیکستان و روسیه اقدام به مانورهای خب متاسفانه ارتباطمون با اسماعیل شهامت در کابل قطع شد. معذرت میخوام. اجازه بدید که برنامه رو با سرخط خبرهای مهم روز پیگیریم. تأکید دوباره سازمان ملل بر پایبندی ایران به برجام همزمان با تهدید تهران به خروج از این توافق در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا. در حمله طالبان به پاسگاه مرزی در تخار دست کم 14 نفر کشته و 6 نیروی پلیس افغانستان هم ناپدید شدند. در ادامه برنامه، ثبت کامل نقشه ژنوم بیماران برای شناسایی بهترین شیوه مقابله با سرطان پستان. اجازه بدید برگردیم به خبر قبلیمون در افغانستان. اینکه مقام های محلی ولایت تخار در شمال شرق افغانستان گفتند در حمله نیروهای طالبان به یک پاسگاه مرزی در ولایت دست کم 14 پلیس مرزی کشته شدند. اسماعیل شهامت همکارم الان به ما وصل است. دوباره بمون لطفا از جزئیات این حمله بگو اسماعیل. همانطور که گفتم این حمله حوالی ساعت 2:30 بامداد امروز در ولسوالی چاه آب دقیقاً در منطقه صورت گرفته که رودخانه آمو کشورهای افغانستان و تاجیکستان را از هم جدا می‌سازد. مقام های محلی به ما گفتند که عملیات جستجو برای یافتن 6 سرباز که در حمله طالبان مفقود شده راه افتاده. یک فرمانده محلی لحظات پیش به ما گفت که آنها موفق شدند 4 سرباز را پیدا کنند. طالبان البته گفته که کنترل 4 پست مرزی را به دست گرفته، 8 سرباز افغان را کشته و 1 سرباز دیگر را هم اسیر کرده. منطقه مرزی ولایت تخار در مرز مشترک با تاجیکستان در 17 سال گذشته از مناطقی بوده که طالبان در آنجا فعالیت و نفوذ داشته و اخیراً منابع محلی به ما گفتند که طالبان با استفاده از فرصتی که آتش بس یک جانبه دولت در این 10 روز ایجاد کرده، آنها حضورشان را در این نقطه مرزی گسترش دادند. و آیا این آتش بس یک جانبه دولت افغانستان واقعا کمکی کرد در کاهش خشونت ها؟ اعلام آتش بس تنها باعث شد که دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان، عملیات نصرت 97، بزرگترین عملیات ارتش افغانستان که از بهار امسال با هدف بیرون راندن طالبان از مناطق تحت کنترلشان راه اندازی شده بود، متوقف کنند. البته در موارد نیروهای متحد افغانستان، نیروهای آمریکایی دست به عملیات پراگنده زدن که از جمله ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان در این عملیات در ولایت کنر کشته شد. اما از آن طرف طالبان پس از پایان آتش بس 3 روزه‌شان حملاتشان را بر موازی نیروهای امنیتی افغانستان اثر گرفتند که تنها در حملات که در 2 شب در فاصله نزدیک به هم انجام شد، طالبان حدود 50 تن از سربازان و نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند. قراره که این آتش بس فردا پایان پیدا کند، هرچند که رئیس جمهور افغانستان گفته که اگر طالبان تمایل به صلح داشته باشند این آتش بس را برای 1 سال هم تمدید میکنه، ولی وزارت دفاع افغانستان گفته که از شنبه عملیات پاکسازی از سر گرفته خواهد شد. متشکرم از تو اسماعیل شهامت در کابل.
سه روز پس از آخرین بازی ایران در جام جهانی 2018 دو نفر از بازیکنان تیم ملی اعلام کردند از بازی‌های ملی خداحافظی می‌کنند. رضا قوچان نژاد و سردار آزمون، دو مهاجم تیم ملی ایران، این خبر را با پست‌های جداگانه در اینستاگرام اعلام کردند. قوچان نژاد 30 ساله که در جام جهانی فرصتی برای بازی پیدا نکرد، بدون اشاره روشن به دلیل تصمیمش گفته دیگر نمیتواند پیراهن تیم ملی را به تن کند. سردار آزمون مهاجم 23 ساله هم گفته به دلیل عملکردش در جام جهانی هدف توهین‌هایی قرار گرفته که منجر به تشدید بیماری مادرش شده و به همین خاطر تصمیم گرفته از بازی‌های ملی خداحافظی کند. احسان اکبری خبرنگار ورزشی از استانبول ترکیه با ما. آقای اکبری، شما بیشتر بهمون بگید چرا این دو بازیکن از تیم ملی خداحافظی می‌کنند؟ ببین، خداحافظی این دو نفر کاملا مثل سبک فوتبالشون متفاوت بود. رضا قوچان نژاد که مهمترین گل‌های دوران سرمربیگری آقای کیروش رو زده تو این 5-6 سال اخیر، بعد از این نیم فصل خوب توی هلند که 8 گل به ثمر رسوند، کاملا نیمکت نشین بود توی تیم ملی. یک سال اخیر تقریبا نیمکت نشین کامل بوده تو جام جهانی که اصلا یک دقیقه هم بازی نکرد و آخرین گلش رو 2 سال پیش زد و میشه گفت که با یه اعتراض مسالمت‌آمیز توی یه متن محترمانه از تیم ملی کنارگیری کرد که حالا با 30 سال سن همچین چیز غیر طبیعی هم نیست. ولی سردار آزمون تو کاملا شرایط متفاوتی که داشت، بعد از یه فصل ضعیفی که تو روسیه داشت، کلا 5 تا گل زد تو بیش از 33 تا بازی، 270 دقیقه تو جام جهانی فیکس بازی کرد و از نظر مردم، حالا از کارشناسا، ضعیف‌ترین عمل کرده بین ملی پوشای ایران داشت و همیشه گفت که حالا مثلا به خاطر یعنی خودش اعلام کرده در اعتراض به اعتراض مردم، من تو تیم ملی دیگه بازی نمی‌کنم. که من به نظر من یه کار نمی‌خوام این لفظ رو به کار ببرم، ولی یه کار بچگانه و لوسیه این موضوع، می‌تونه تصور کنیم چی باشه. چقدر ممکنه که به تیم ملی برگردند اینها؟ در مورد آقای قوچان نژاد که من فکر می‌کنم به سرنوشت مهدی رحمتی و مجتبی جباریشون دچار بشه. اگر آقای کیروش، حالا میگم رئیس فدراسیون فوتبال، گفتن آقای کیروش تو جام ملت‌ها هست، آقای داوردنی هم گفتن هست، ولی خب آقای کیروش تکذیب می‌کنه. اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای کیروش تو جام ملت‌های آسیا باشه، من بعید می‌دونم رضا قوچان نژاد دیگه بتونه تیم ملی برگرده، چون شرایطش مثل شرایط رحمتی و جباری مونه. در اعتراض به نیمکت نشینی شاید بشه گفت خدافظی کرده، ولی خب سردار آزمون مهاجم محبوب آقای کیروش 2 سال اخیر کاملا فیکس بوده و حتی همین قوچان نژاد و سردار آزمون نیمکت نشینی کرده و من فکر میکنم به خاطر رابطه خوبی که سردار آزمون با کیروش داره، ممکنه سردار آزمون تیم ملی برگرده و بازی کنه. ولی خب این قوچان نژاد کاملا بعید میدونم دیگه بتونه رنگ تیم ملی رو در زمان حضور آقای کیروش ببینه. حداقل الان سرنوشت خود کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی چیه؟ آقای کیروش که الان 3 روزه تو این 3 روز کلن درگیره، یعنی همش در حال دعوا کردنه. 2 روز گذشته با برانکو دعوا داشت، از دیشب هم دعواش با کوارشما مهاجم تیم ملی پرتغال بود، کلن در درگیری به سر میبره ایشون. ولی تکلیفش هم نامشخصه. میگم آقای داورزنی تاکید کرده، معاون وزیر ورزش، که ایشون تو جام ملت‌های آسیا هست، ولی خود کیروش میگه من میخوام حداقل قراردادم 4 ساله باشه، جام جهانی بعدی هم باشم، قرارداد 6 ماهه رو قبول نمیکنم. و خیلی الان تو حاشیه است آقای کیروش که امیدواریم که خاتمه پیدا بکنه، تیم ملی ما رو بیشتر از این درگیر این مسائل نکننش. متشکرم. احسان اکبری خبرنگار ورزشی از استانبول. امروز مرحله گروهی جام جهانی 2018 با 4 بازی به پایان میرسد. در آخرین بازی های گروه اش از حدود 1 ساعت و ربع دیگر، ژاپن با لهستان روبرو میشود و کولومبیا به مسافه سنگال خواهد رفت. در این گروه به جز لهستان که حذفش قطعی شده، هر 3 تیم دیگر هنوز شانس صعود دارند. اما در آخرین بازی های امشب در گروه جی، انگلیس و بلژیک که صعودشان از قبل قطعی شده، برای تعیین سرگروه با هم روبرو میشوند. همزمان در دیگر بازی گروه پاناما و تونس مقابل هم قرار میگیرند. اگه تب جام جهانی شب و روزتون رو پر کرده و تماشای 4 تا مسابقه در روز براتون کافی نیست، حسین شریف از برنامه فرش قرمز 3 پیشنهاد سینمایی براتون داره که بین بازی ها یا تو روزهایی که بازی نیست ببینید. اگه جام جهانی براتون خواب و زندگی نگذاشته، اگه شما هم به تب فوتبال مبتلا شدین و چشاتون به این مستطیل سبز خیره، به این 3 پیشنهاد سینمایی فوتبالی ما یه نگاهی بندازید.
اولین پیشنهادمون فرار به سوی پیروزی یکی از بهترین فیلم‌های فوتبالی تاریخه. فیلمی به کارگردانی جان هیوستون کهنه‌کار و با حضور نیم دوجین بازیکن افسانه‌ای از پلی برزیلی بگیر تا بابی مور انگلیسی. فیلم داستان تیمی از زندانی‌های متفقینه که باید با زندانبانانشون مسابقه بدن و بین فرار و افتخار یکی رو انتخاب کنن. گوردون بانکس دروازه‌بان تیم ملی انگلستان مأمور شده بود به سیلوستر استالون بازیگر فوتبال یاد بده. گفته میشه استالون اوایل این تمرین‌ها رو جدی نمی‌گرفت، ولی همین که یه دندش شکست و یه شونش جابجا شد، فهمید در زندگی مشاغلی هست که از رمبو بازی سخت‌تر و خطرناک‌تره. اگه اهل اطاعت از قوه جاذبه نیستین و افتادن بعد از هر بار پریدن حوصله‌تون رو سر می‌بره، آب دستتون رو بزنین زمین و فوتبال شاولین رو ببینید. فیلمی از استیون چو و ترکیبی خنده‌دار و عجیب و غریب از کونگ فو فوتبال. عجیب‌ترین صحنه‌های فیلم‌های رزمی رو با اونچه از کارتون‌های ژاپنی فوتبالی به یاد داریم ترکیب کنین و نتیجه رو نه با انیمیشن که با بازیگرهای واقعی جلوی دوربین ببرید. نتیجه‌اش میشه فیلمی مثل فوتبال شاولین. داستان جوانی که به همراه پنج برادرش تصمیم می‌گیرن از توانایی‌های خارق‌العاده رزمیشون توی زمین فوتبال استفاده کنن. و خب چرا باید دریبل بزنی وقتی می‌تونی در هوا معلق شی؟ در آفساید جعفر پناهی داستان دختری رو تعریف می‌کنه که برای تماشای فوتبال مثل پسرها لباس می‌پوشه. پناهی تصمیم گرفت فیلم رو در خود استادیوم آزادی بسازه. اون هم وسط یک مسابقه فوتبال واقعی. او بازی بین ایران و بحرین رو انتخاب کرد در جریان بازی‌های انتخابی جام جهانی 2006. او حتی بسته به اینکه چه کسی اون روز برنده شه دو پایان متفاوت برای فیلم در نظر گرفته بود. از شانسش ولی ایران برنده شد و آفساید صاحب یکی از بهترین پایان‌های محتمل. حسین شریف، BBC. صدر اعظم آلمان گفته موضوع مهاجران تبدیل به موضوعی تعیین کننده برای کل اتحادیه اروپا شده. آنگلا مرکل در آستانه نشست این اتحادیه گفته گرچه رهبران کشورهای اروپایی بر سر کم کردن مهاجرت غیرقانونی توافق دارند، اما لازم است در این مسیر هماهنگ شوند و ارزش‌های اروپایی را هم حفظ کنند. موضوع اصلی اختلاف تقسیم مسئولیت مهاجران است. کشورهای مرزی اروپا می‌خواهند کشورهای اروپای مرکزی سهم بیشتری بپذیرند، اما بعضی زیر بار نمی‌روند. در نشست اتحادیه اروپا موضوع برکسیت هم مطرح است. رهبران 27 کشور عضو منهای بریتانیا هشدار دادند که این کشور باید روند تصمیم گیری درباره سازوکار مرز با ایرلند و همچنین ارتباط آتیش با اتحادیه اروپا را سرعت ببخشد. تعیین ضرب العجلی برای تعیین تکلیف آینده مرز ایرلند جنوبی با ایرلند شمالی در دستور کار نشست بروکسل است. در فرانسه 10 نفر به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مسلمانان بازداشت شدند. گمان می‌رود دستگیر شدگان اعضای گروه‌های تندروی دست راستی باشند. این افراد شامل 9 مرد و 1 زن بین 32 و 69 سال سن دارند و شنبه در گوشه و کنار فرانسه بازداشت شدند. یکی از قضات جمهوری خواه دیوان عالی آمریکا گفته ماه آینده بازنشسته خواهد شد. دونالد ترامپ روند یافتن جایگزینی برای آنتونی کندی را آغاز کرده. دیوان عالی نهادی قدرتمند در آمریکا است و حرف آخر را در بسیاری از اختلافات بین دولت فدرال و ایالت‌ها می‌زند. از جمله چند روز پیش که در مورد سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داد و آن را قانونی اعلام کرد. 9 قاضی عضو این نهاد مادام العمر تعیین می‌شوند و در حال حاضر 5 نفرشان جمهوری خواهند و 4 نفرشان دموکرات. پژوهشگران بریتانیایی میگویند پیشرفت در علم ژنتیک میتواند با اختصاصی کردن شیوه مورد استفاده برای هر بیمار به تحولی در درمان سرطان پستان منجر شود. در شهر کمبریج کدهای ژنتیک تمام زنان مبتلا به سرطان پستان به طور کامل استخراج و نقشه برداری می شود. این کار برای انتخاب قدم های بعدی در درمان به پزشکان کمک می کند. امید می رود که با کمک حیوانات هم سرعت تولید داروهای درمان سرطان افزایش پیدا کند. گزارش فرگوس والش رو ببینید. اگر می خواهید چیز فوق العاده ای ببینید دنبال من بیایید. پشت این در بعضی از نادرترین حیوانات روی زمین را می‌بینید. سفارشی شکار شدند برای فروش قاچاقی. اما امروز برای دیدن این آمده ایم. پولک‌های پانگولین. به نظر چیز خاصی نمی‌آید، اما قیمت سرسام‌آوری دارند. سود خالصه. به شکارچی پول کمی میدن و وقتی دوباره اونو به مصرف کننده میفروشن تمام پولش میره تو جیب خودشون.
در صدر فهرست حیوانات شکار شده جهان قرار دارد. تنها پستاندار پولکدار جهان. گوشتش بسیار لذیذ است و پولکهایش به فراوانی در داروهای سنتی چینی استفاده می شود. هر 5 دقیقه یکی از آنها کشته می شود. پلیس تمام تلاشش را می کند اما ابزار لازم برای شناسایی شکارچی ها را ندارد. اما این پولک ها می توانند امید بخش باشند. برای اولین بار در جهان دانشمندان بریتانیایی از آنها اثر انگشت انسان را برداشتند. اما چطور؟ اینو محکم نگه دار. و بعد نوار باریکی از ژلاتین چسبناک. آن را میکنیم و اثر انگشت باید رویش باشد. بله همونجاست. و در آخر داخل اسکنر میگذاریم و واو. این پولک پانگولینه و درست وسطش اثر شست منه با همه لبه ها و جزئیات بی همتاش. دقیقاً. این اثر انگشت منه نه کسی دیگه، درسته؟ مال خود خودته. این میتواند ارتباطی مستقیم بین پولک و شکارچی را نشان دهد. نوارهای ژلاتین ارزان قیمتند و برای محیط بانان هم کاملاً کاربردی. گرچه فناوری جدیدی نیست اما این نوع کاربردش یه تحول بزرگه. اولین باره که تو دنیا استفاده میشه. پژوهشگران امیدوارن از این راه بشه مجرمانی که در این تجارت غیرقانونی دست دارن رو شناسایی کرد. راه حلی مبتنی بر فناوری. ولی آیا برای نجات حیوانی که در آستانه انقراض است کفایت میکند؟ انگوس کروفورد، بی بی سی نیوز. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهیم بود.